خوشبختانه شهبانو همیشه مثل شیر قامت بلند که داره خودش هم تونسته مدیریت کنه، ولی گاهی از دستش دیگه نمیتونه در میره، این کلفت نوکر رو یه کارایی میکنه که شاید خودش نخواست. اون همینه که میخوام امروز به شما توضیح بدم، چون چند نفر دیدم که روی شبکه‌های اجتماعی مطلب گذاشتن، صحبت کردن و چندین نفرم برای من پیغام فرستادن که آقا شهبانو قرآن خونی رو انداخته سر فلان. من میخوام این توضیح بهتون بدم. اول اینکه شهبانو تو اون برنامه‌ریزی و آنچنانی دستی نداره، چون اول از همه خودش مهمانه وقتی میره مصر، مهمانه. دوما اینکه اونجا مسجده، مسجد رفاعی است، مسجد یه پرنسیپ هایی داره، شیخ داره، ملا داره، آخوند داره، مسجده، خونه خاله که نیست. ها وقتی که مسجد در مدیریتش در دست خود آدم مسجده، حتی من این نکته بگم که شما نمیدونید.